این دو گروه هم مسئله خواهد بود، زیرا که گروه اول که طعم شیرین حکومت و قدرت و سلطه را نیز چشیده است، با تمام توان خود و با ارتکاب بسیج توده مذهبی در برابر تأسیس نظام عرفی خواهد ایستاد. اون گروه اولی که حکومت کرانند، حکومت ممکنه که چون الان میبینم تو جلسات صحبت همه دلشون خوش کردن که آقا جمهوری اسلامی برود یا خواهد رفت، من میگم خیلی خوب جمهوری اسلامی خواهد رفت، ولی بعد چه خواهید کرد؟ بعد با این روحانیون چه خواهید کرد؟ با تودههای مذهبی چه خواهید کرد؟ بعد اینو فراموش نکنید. نمیدونم شما چقدر خود داخل ایران میرید میایید میبینید، نمیدونم چقدر آشناسی با داخل شهر داخل ایران. بالاخره در طول این همین 30 سال همین جمهوری اسلامی با تلویزیونش و با رادیوش و با مسجدش و با همه ابزارهای تبلیغاتیش در جامعه اثر کرده، ایدئولوژی ساخته، فرهنگ ساخته، ذهنیت‌ها رو تغییر داده. ما در گذشته قبل از انقلاب این گونه آدمای وحشی بنیادگرا نداشتیم، نه کجا تربیت شدن. خب اینا باید خواهند بود، باید خواهد چیکار کنیم؟ دموکراسی بله، آقا جانم حالتون خوبه، بیاییشید گفتمان کنید، رأی بدهیم، اکثریت، اقلیت، اینجوری بهتره. خب اینا کسی چیزا سرشون نمیشیم، خواهد چیکار کنیم؟ واقعا این مسئله بسیار مهمیه. خب اگر خواهد با خشونت حسمش بکنید، خشونت میاره با دوباره چرخه استبداد و خشونت و نابودیه. واقعا من جوابی ندارم برای شما بدم، بریم بالا. واقعا باید مسئله باید فکر کرد. بنابراین گروه اول که تن به قدرت و ثروت چشیده به این سادگی بیل نمی کنه، با تمام قدرت و با انتقای به نسیل توده مذهبی در برابر تصمیل دیگر به عرفی حادیستا. گروه دوم نیز یعنی اون سنتی های ساکت و بی‌تفاوت به دلیل بی‌اعتقادی عمیقی به دموکراسی و در مقام دفاع از سنت و شریعت به سادگی تن به نظام عرفی نخواهد داد. اون گروه دوم ممکن با جمهوری اسلامی مخالف باشه، ولی یادتون باشه دموکراسی قبول نداره، یادتون باشه حقوق بشر قبول نداره. بنابراین بهتون فقط خوش نباشه که روحانیون بیان از ما حمایت کنند و یا لزوما حمایت کردن، اونا وظیفه‌شون هست حمایت کنن، ولی وقتی حمایت کردن فردا میگن حاجی انا شهادی انا شریک، فردا بعدا برای خودشون حق ولایت قائل میشن. مگر آقای خمینی از اول شروع کرد واقعا تو ذهنش بود که یه روز بیاد ولی فقیه میشه؟ به نظر من چنین چیزی نبود. روند تغییرات تحولات به اینجا رسید. به هر حال مشکل اساسی در آینده مجموعه نهاد علماست، نه فقط یک گروه خاص. فقط هم علما نیست، توده های مذهبی که مقلدان این آقایون هستن، به اینا میلیون ها نفرن در ایران. شریعتی البته یه جمله جالبی میگفت، نکته خیلی مهمیه، میگفت که من به تجربه آموختم که اینها رو نمیشود از کنم که مردم گره، مردم رو باید از اینا گره. این خیلی با هم فرق داره، چون وقتی میخواد تب دست به ترتیب اینا بزنی توده های مردم تحریک میکنه در این شما، اما به مردم از اینا گرفتی بیپناه خواهر بود. در چی صورت این مردم میتونی از اینا بگیری؟ در صورتی که مردم خودشون با آگاهی برسن. اگر با آگاهی رسیدن دیگه دوباره فتوا و تقلید و مجلس نخواهند رفت، بنابراین آقایون بیپناه میشن. وقتی میبینن که کسی نیست زیر علمشون سینه بزنه، خب در اون صورت ممکنه کاری به کاری کسی نداشته باشن، آزار نرسانه. شاید در این میان رفرم دموکراتیک همین نظام مناسب ترین. اینجا جنبندی من از خواهش میکنم خوب دقت کنید، حالا در فرصت پرسش و پاسخ شاید امکان فراهم بیاد که توضیح بیشتری بدم. شاید حالا تا اینجا بحث تحلیلی بود، حالا بحث راهبردیه. ممکنه بپرسید خیلی خوب، حالا با این مشکلاتی که گفتید، بن‌بستگاهی که گفتید و آینده مهمی که گفتید، فکر میکنید در عمل چه کار میشود کرد؟ من نظر شخصی روشن، من قبلا هم گفتم، بنده معتقد به جمهوری هستم، معتقد به حکومت عرفی هستم، معتقد به شش تا حکومت مذهبی هستم. این اعتقاد شخصی من، اما اعتقاد شخصی من در جامعه نش نمیآفرینه، خاص شخص بنده شما نیست، باید ببینیم واقعیت چیه. اگر یه مدل واقع بینانه نگاه کنیم، من میگم اون چی که کم هزینه ترین شکل آینده هست این است که همین نظام جمهوری اسلامی رفرم رو بپذیره، تغییرات تحولات تدریجی در خودش بپذیره. حالا تا کجا میتونه بپذیره نپذیره وابسته به عملکرد خودشه. اما اگر در همین جمهوری اسلامی تغییرات و تحولات اتفاق بیفته، همونی که فعلا آقای موسوی و کروبی و خاتمی دوبارش هستن و ما آرزو میکنیم که موفق بشن، اگر همین نظام جمهوری اسلامی رفرم تدریجی رو بپذیره، ما گامی به جلو برداشتیم و این به نظر من کم هزینه ترین راهه که به انقلاب منجر نشه، به سرنگونی منجر نشه، به خونریزی منجر نشه، به ویرانی منجر نشه و چی بسا به حفظ از دست دادن استقلال کشور خیلی خطرات در برابر ما قرار داره. بنابراین بحث فقط زید و عمرو نیست. بنابراین این کم هزینه‌ترین راهه تا در سیر تدریجی خود دقت کنیم.
تا در سیر تدریجی خود توده های مردم و روحانیت دموکرات‌تر به ضرورت و فایده‌مندی نظام عرفی پی ببرند و بدون قانع شوند. منظور من این رفورم نیست که یک امتیاز کوچیکی بدن تمام بشه، نه، تا ما ساخته بشیم، تا دموکراسی در یک فرآیندی ساخته بشه، تا روحانیون دموکرات‌تر قانع بشوند که نظام عرفی هم به نفع دینه، هم به نفع روحانیت، هم به نفع مردم. اونا باید قانع بشن. خب بناس گفتگو کنو قانع بشن دیگه. دموکراسی اقناعی یا به قول هابرماس دموکراسی مشارکتی. این دموکراسی عالی‌ترین نوع دموکراسی. خب پس ما با روحانیون با قهر نباید برخورد کنیم. با دشمنی نباید برخورد کنیم. بلکه گفتگو کنیم، صحبت کنیم تا در یک فرآیندی به نتیجه برسیم. و همین دلیلی که من آرزوم اینه که این جنبش صد به تدریج بره جلو. نه خیلی سریع پیروز بشه، نه خیلی سریع سرکوب بشه. پیروزی سریع هم مثل انقلاب 57 دوباره پیامدهای خاص خودشو خواهد داشت. همینطور سنت‌گرایان دست از مخالفت بردارند و منزلت و منافع خودشون و حرمت دین را در نظام عرفی بجویند. اگر رفورم هم ممکن نشد، حالا خب این بحث هست که جمهوری اسلامی رفورم پذیر هست یا نیست، خب داستانیه. من دارم با اگر صحبت میکنم، میگم اگر، حالا فرض کنید در فرض محال اگر شد، خب میدونم نمیشه، ولی اگر بشه چی میشه؟ خیلی خوب خوبه. ولی حالا اگر نشد، خیلی خوب آلترناتیو بعد در نظر میگیریم. اگر نشد، حداقل به نظر میرسد پس از فروپاشی جمهوری اسلامی یک نظام دینی بدون ولایت فقیه و میانه رو و متعهد حداقلی به معیارهای دموکراسی مستقل گردن مناسب خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی به هر دلیل رو نخواست و خودش نابودی خودش رو رقم زد، فکر میکنم که جامعه ایران مجموعه شرایط روحانیت تودههای مذهبی و مجموعه اینها آمادگی این رو نداره. مردم نمیگن، سبزهای خیابان نمیگن، اشتباه نکنید. مردم اون نقطه مقابل سبزها این آمادگی رو نداره که شما یه دفعه یه دموکراسی تمام عیار سوئیس بره اونجا پیاده بکنید. این به نظر من آمادگی نداره. حتی روحانیون جنبش سبز، خب حداقل چیزی که هست مثلا بعد زنان دیگه، خب نقش بسیار مهمی زنان دارن، خواستای زنان، جنبش زنان هم یه اعلام اطلاعیه دادن، درسته؟ حداقل چیزی که خانم‌ها خارج هستن که بابا این روستاییمون آزاد بکنه، حداقل چیزی اینکه دیگه حداقل چیزی رو خواسته خانم هاست دیگه. شما میتونید تصور بکنید که این روحانیون مدافع ارز کنم که این نوگره ها رو میگم، سنت کنم اونها رو کار ندارم، همین نوگره ها شما میتونید تصور کنید که فردا حتی خدا رحمت کنه آیت‌الله منتظری رو ایشون اجازه بدهد که زنها توی خیابون با روسری روسری توی چه خیابون تهران را بره؟ میشه؟ من نمیتونم برای تصور کنم، نمیتونم، شاید من بدبین باشم. ببینید، بنابراین ما وقتی محکوم هستیم تو خیابون داریم شعار میدیم آقا ظلم کردن، جنایت کردن، تجاوز کردن، باید اینها نباشد، بله درست، خیلی عالیه. ولی بعد وقتی که رسیدیم و به راست که یک چیزای دیگه اتفاق میفته، اون واقعا چه خواهد شد؟ آقای ثانی اجازه میده، آقای روحانیون مدافع دیگر، آقای دستنبی شیرازی، آقای طایری اصفهانی، علمای بسیار خوب، خب اینا واقعا اجازه میدن؟ نمیدونم. بالاخره من خیلی خوشبین نیستم. از این جهت است که معتقدم که حالا اگر جمهوری اسلامی هم نباشه، حداقلش این است که یه حکومت میانه رو مذهبی معتدل، اما در این حال به معیارهای دموکراسی هم پایبند باشه. حداقل اون چیزی که در همه اساس خودمون رو آوردن و فراموش کردن، بالاخره یک پارلمان آزاد داشته باشه. میزان رأی ملت است که میگن که سخن بنیانگذار جمهوری اسلامیه، این در عمل ملت قرار میگیره. آیا خواستای عدالت در قضیه میگه مثلا پیشنویسی در این مورد من بطور مشخص میتونم بگم که پیشنویس خود قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی، اونی که قرار بود که شورای انقلاب و دولت موقت تصویب کرد، ولایت فقیه هم توش نبود و قرار بود اون به رفراندوم گذاشته بشه. این رو ما به عنوان یه مرحله گذار، نه به مرحله ایدال ها، توجه کنید، به عنوان یه مرحله گذار میتوانیم به عنوان یه متن اولیه بدیم. حالا میشه تغییراتی هم درش داد و مثلا قانون اساسی مترقی تر هم نوشت، به با مثال میتواند یه چنین چیزی باشه. وگرنه من معتقدم تو شرایط آینده نزدیک در بعد از جمهوری اسلامی یک حکومت ضد مذهبی کیچی هیچ، یک حکومت کاملا غیر مذهبی در عالم واقع امکان وقوع نداره. در عالم واقع دارم میگم ها، امکان وقوع نداره.